اساس گزارش ها از ایران، برای چندمین شب پیاپی نقاطی از کشور شاهد ناآرامی در یکشنبه شب بوده. یکشنبه دادستان شهر کرج تایید کرده که یکی از تظاهرکنندگان در جریان ناآرامی های گوهردشت کشته شده. دادستانی کرج میگوید که معترضان به این جوان 26 ساله شلیک کردند. شنبه هم برای پنجمین روز متوالی گوهردشت و بعضی شهرهای دیگر ایران شاهد تظاهرات بودند. کسانی که هم به مشکلات اقتصادی اعتراض دارند و هم به وضعیت سیاسی. جزئیات بیشتر از کسری ناجی. دادستان کرج حالا تایید کرده است که یک جوان 26 ساله در ناآرامی های شبهای گذشته در گوهردشت در 40 کیلومتری غرب تهران کشته شده است. رضا شاکرمی اما گفته است که معترضان او را به ضرب گلوله کشتند. اگرچه اضافه می کند که جزئیات در دست تحقیق است. او گفته معترضان 3 نفر از نیروهای امنیتی را هم با سنگ و چاقو مصدوم کردند. در روزهای اخیر در چند شهر تظاهرات به خشونت کشیده شده است و از جمله در گوهردشت و در اصفهان. این گوهردشت دیشب دستگیری چند زن تظاهر کننده. گزارش هایی از دستگیری های وسیع میرسند و از بیخبری از دستگیر شدگان. این در تهران دیشب. دیروز گزارش شد که چند شهر برای روز پنجم ناآرام بوده است، از جمله تهران، کرج، قزوین، برای اولین بار در روزهای اخیر در قم، این پایگاه روحانیون، و همچنین شیراز. روزنامه‌های ایران دچار سانسور و خودسانسوری، هیچ کدام به ناآرامی‌های روزهای گذشته در ایران در تیترهایشان اشاره‌ای ندارند. اگرچه این روزنامه پرسیده روحانی چرا سکوت کرده. تنها رئیس جمهوری هم نیست. ظاهراً رهبران ایران پاسخی برای مردم معترض ندارند. پیشنهاد مذاکره دونالد ترامپ را هم بعد از چند روز این روزنامه تندرو توطئه‌ای دانسته از طرف او با همکاری داخلی ها. رئیس جمهوری آمریکا دیشب دوباره مسئله گفتگو با ایران را پیش کشید. او در پیامی در توییتر نوشت وضع ایران و اقتصادش خیلی بد است و به سرعت هم دارد بدتر می شود. من با ایرانی ها گفتگو می کنم، اگر بخواهند، اگر هم نخواهند مهم نیست. توپ در زمین آنهاست. با عمیق‌تر شدن نارضایتی‌ها از رهبران کشور، حالا بعضی از روحانیون به این فکر افتادند که اگر نمی‌شود با معترضان مقابله کرد، لااقل باید به آنها پیوست تا بلکه آن را به سمت دیگری کشد. این امام جمعه پردیسان قم. هر شهری هستید مردم اعتراض کردن، برید داخلشون و به اونا شعار بدید. نگذارید منافقین بیان اون شعارها رو عوض کنن و راهپیمایی ها رو مصادره بکنن. همراه مردم باشید، مردم با ما هستند. اما در شهرهای ایران این روزها حضور نیروهای ضد شورش و لباس شخصی است که چشمگیر است و سیاست سرکوب اعتراض ها. 2 روز مانده به شروع تحریم های تازه آمریکا. کسری ناجی، بی بی سی.